وضعیت امنیتی چرا بدتر میشه؟ هر کسی روز بهیمی طلبت از ایام؟ مشکل آن است که هر روز بدتر میبینم. خب ما با چالش های بسیار جدی امنیتی روبرو هستیم. متاسفانه ابعاد مختلف جنگ افغانستان پیچیده تر شده میره. مسئله تروریسم است، مسئله تمویل طالبان هنوز هم هست از طرف کشورهای منطقه و ویژه پاکستان و با تاسف برخی از علاقاتی که در ایران هم هست، چالش های ما را بیشتر ساخته. امریکایی ها هنوز با ما هستند، کمک های امریکا با نهادهای امنیتی افغانستان و موجودیت ناتو در افغانستان امید بخش است تا ما بتانیم ظرفیت ها را در افغانستان ایجاد بکنیم. جناب صدیقی، شما هم جوان هستین، مویایتان کم کم سفید شده. نسل اوزا یگان دفعه میگه موی سفید را فلکم را یگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. نسل یا جنریشن ناتو را چطور میبینین؟ در یکی از مقالات یک کارشناس امریکایی بسیار یک مقاله خوب نشره کرده بود در لیمه چالی نیوز که نسل که در 2001 زاده شدن چطور امکان داره که با آمدن یا پیوستن طالبان به دولت افغانستان اینا خود مطابقت به تن یک عمر زاده شدن؟ این نامش نسل ناتو مانده. از دید خودت منعیسی یک جوان، آیا برای زیاد دشوار نیست؟ اینا کامپیوتر یاد گرفتن، تکنولوژی جدید آموختن، در مو عصر کلان شدن، سفرهایی داشتن و طالبا با عقیده طالبانیشان پس بیایه، در این خصوص چی گفتنی داره؟ خب نسل افغانی است، اما یکی از مهمترین تغییری که ما در افغانستان میبینیم بعد از 14 همین نسل است. یعنی موجودیت این نسل خود تضمین کننده یک افغانستان است که بر نمیگرده به عقب ماندگی، به تاریکی ها و نخواهد وسیله طالبان هم شود. طالبان با یک نسل بسیار جدی، با یک نسل باز، با افکار باز، با یک نسل که آزادی میخواین روبرو هستند. این نسل طالبان را تغییر خواهد داد. طالبان قدرت را امروز نداره که یا بالا یک نسل حکم روایی کنه که مثل گذشته مطلق در تاریکی بودن. امروز افغانستان باز شده، افغانستان در انزوا نیست و افغانستان نمیخواهد که بر بگرده به عقب و نسل ما تضمین کننده این پیشرفت خواهد بود. ولی جناب صدیقی، شما در زمان 3 وزیر داخلی 5 وزیر تیر کرده، نام خدا ماشاءالله، کدام وزیر مؤثر و کارا بوده؟ آقای جلالی نام یک تعداد از اشخاص وعده داد که افشا میکنم، این میکنم، آن نمیکنم، بنابر بعضی محافظه‌کاری میگیم، چی میگیم؟ اما نام افشا نشد، شما همون وقت هم بخیلیم کسا خیلی. ما به سال 2011 که محترم بسم الله محمدی وزیر امور داخله بود آمدم و تا زمان که آقای علومی و آقای جاهد وزیر داخله بودن ایفای وظیفه کردم. تعقیب نکردین، فالو اپ نکردین گفته انگریزا لست جناب جلالی را؟ یکی از موضوعات بسیار داغ امو زمان هم بود. رسانه‌های افغانستان و نهادهای بین‌المللی می‌خواستن بدانند که این افراد و اشخاص کیا هستند. حکومت افغانستان هم پیگیری کرد بعد از اینکه آقای جلالی دیگر وزیر نبودن. هنوز هم شاید این موارد نزد وزارت داخله باشه. تشکر. شما و جناب عبدالله مایپ یک سن سال هستین؟ من شاید سرم بیشتر باشه، دقیق نمیفهم. بر صورت در یک جنریشن و یک ردیف میاین. اظهارات آخر جناب مصاحبه با وزارت خارجه امریکا و با مقامات امریکا با توجه به اینکه 4 سال اینجا روابط بسیار خوب استبلش کرد، امرای از اونا تأسیس کرد، آیا منطقی است در برابر کسی که ما جیرخارشان هستیم دستور العملای از اونا رو ما باید پیروی کنیم؟ توجیه داشت که آقای مصاحبه با کدام پشتوانه به قول بعضیا؟ خب آقای مصاحبه هنوز هم باعث مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان هستند و من نمیتونم که در برابر یک موضعگیری حکومت افغانستان دید شخصی تان. خب در قسمت دید شخصی تان، دید شخصی خود دارم. بسیار اساسی و مهم است که افغانستان و امریکا روابط دوامدار و روابط استراتژیک داشته باشند. در بین متحدین مسائل بسیار مشکل هم مطرح میشه و ما هم بایس حکومت موارد زیادی را هم داریم که باید با متحدین خود، با آمی خود مطرح کنیم. هیچ وقت وضعیت نرمال یا بگونه نیست که هر دو طرف راضی هم باشه. طبعا مشکلات سیاسی زیاد داریم. پروسه صلح باعث شده که یک مقدار پیچیدگی و کشمکش در بین روابط دو کشور ایجاد بکنه.
ما باعث یک جوان امیدوار هستم که حکومت افغانستان و مردم افغانستان و حکومت امریکا به ویژه آقای خلیلزاد بتانه که در پیشبرد یک پروسه بسیار مهم اعتماد کامل مردم و حکومت افغانستان را داشته باشه، هر آنچه را که در اختیار خود داره به خرج بده که بالاخره از بی‌اعتمادی یا از نگرانی های بیجا و یا از مشکلات که بیرون میشه از این پروسه دشمن دودمند نشه و از اون منفعت نبره. با یک اظهار نظر که از طرف آقای موهب شده، ما به شک افغان فکر نمی کنم که روابط دو کشور که بسیار بنیادی است، روابط دو ملت است، دو مردم است، خدای نخواسته کدام آسیب ببینه. اما او عکس العمل شدید نشان داده. ما به شک افغان توقعی را نداشتم که همین چوری عکس العمل ها نشان داده شوه، اما خب بازم تاکید من روی عزیز که ما 18 سال با هم بودیم، قرار است که سالهای زیاده با هم باشیم، در روابط ما مشکلات ایجاد خواهد شد، اما منافع مشترک داریم. هر دو کشور منافع مشترک داره، هر دو کشور دشمن مشترک داریم و باید بسیار جدی با هم کار کنیم که مشکلات حل شود. باعث یک افغان امیدوار هستم که این پروسه مهم، پروسه جنجالی، پروسه که بسیار پیچیدگی داره به گونه حل شود که مردم افغانستان منفعت ببینه و از طرف دیگه اهداف را که حکومت امریکا داره اونا هم به او برسن و جنگ خاتمه پیدا کنه. بسیار تشکر. فکر میکنین که دستاوردهای زنا افس میمانه؟ باید حفظ شوه و هیچ راه دیگه نداریم جز این که دستاوردهای زنا را حفظ بکنیم. حکومت امریکا، مردم امریکا و مردم افغانستان خطوط قرمز ما دستاوردهای 18 سال گذشته ماست، به ویژه دستاوردهای زنا. بسیار تشکر جناب صدیقی، مجددا خوش بگذره روزایی که شما به امریکا هستید. به سفر رفتنت مبارک باد، به سلامت روین و بازایین. سلامت باشین. امیدوارم شما را هم به کابل ببینیم. طالبان اگر شرایط مردم افغانستان را بپذیره، آزادی مردم افغانستان را بپذیره و از دید شما جناب خلیلزاد آرزوی زیر داره که لیدرشپی رهبریت افغانستان بگیره؟